همراه ما باشید تا سری جدید سفرهامونو به کشورهای آسیایی آغاز کنیم. مقصد ما واشنگتن به لندن، روم، تایلند و چند کشور آسیایی دیگه است. خب ما سوار این قایق شدیم، فعلا همه دارن طبقه بالا رو میرن و من اومدم طبقه پایین به خاطر اینکه احتمالاً الان گوگل گفت دوباره بارون ممکنه بیاد و ردیف جلو یه پنجره هست که جون میده برای فیلم گرفتن. حالا این منطقه میتونیم بهتر اینجا دوباره نگاه کنیم و حالا تا کشتی را بیفته. همطور که میبینید تمام خندلی ها فیلشون جلیقه خیلی مرتب خاطر مسائل ایمنی و اینم اسم سایتیه که اگه بخواید آنلاین رزرو بکنید و قیمتش هم که حدود 15 پوند بوده و اینم نکات ایمنی اگه بخواید ملاحظه بکنید. خب حالا دیگه آماده ایم تا بقیه مردم بیان پایین و ما هم بتونیم مرکزمون رو دم بکنیم. ببینید چه جمعیت انبوهی، از صبح که من اومدم این پنجمین کشتی رفته، همم لندنی هم، اصلا من توریستش نمیبینم، بچه مدرسه‌ای و اینها رو که شنبه اومدن و خیلی خیلی حال کردم که این بچه ها اینقدر سرحال، اینقدر با همدیگه، همه دوست و متحد و وقت رو که تعطیلشون با هم و بهشون خوش میگذره. این فضای دموکراسی و امنیت اجتماعی و اون رفاه اجتماعی رو شما میتونید ببینید. خب نتیجه هم معلومه چه آدم هایی از تو خروجی همچین تربیت و همچین اجتماع و همچین خودتونی بیرون بیرون. حالا حرکت کردیم و نمای نزدیک بیایم یک نگاهی داشته باشیم به این منطقه خیلی خوبا. بله داخل این کاخ هم با یک توری داره برای دیدار. من دیدم کف هفت حالا برم ببینم اون شرایطش چجوریه و تا ساعت 6:30 که وقت این چرخ و فلک رو گرفتم وقت خوبی هم برای نهار و هم دیدن از این. بله بله منطقه مرکزی شهر بسیار جای قشنگ و عالی، همه جا خوبه ها اینجا. دفعه دیگه باید اینجا خونه بگیریم. Thank you.
داخل سالونی هستش که روبروی این چشم لندن هستش که مراحل ساختشو داره نشون میده و اینجا از سال 1993 که این برج جوان به عنوان معماران این برج پیشنهادشون رو دادن، آقای دیوید مارک و جولیا برافیلد، اینها طراحی بودن که پذیرفته شد و قرار شد که این رو شروع کنن به ساختن در سال 1999 و اونجا اوکی شد و قرار شد که این به بهره برداری بره که تا سال 2020 سال 2000 که اول قرن هستش به مراسم افتتاحیه سال نو تونستن این رو افتتاح کنن. تا 3 ماه مسافر سوارش نبود و بعد در نوشته در مارچ 2000 بود که اینجا اجازه دادن مسافر سوار شه. در سال 2005 این شد بیشترین پرداخت کننده توریست در واقع در انگلستان و در سال 2009 اومدن برای آپگرید کردن اون تیمی که چند سال پیش کار کرده بودن. سال 2012 المپیک لندن اینجا شروع شد که مشعل المپیک رو بالا بردن و در سال 2015 برای جامعه LGBTQ رنگش رو تغییر دادن. در سال 2017 این رو به عنوان یک رینوویشن یا تغییراتی که روش اعمال کردن سال 2019 یک مجموعه ای از گل‌های خیلی نفیس رو در یکی از این حباب‌ها قرار دادن و در سال 2020 این رو به عنوان 20 سال اومدن تزیین کردن. در سال 2020 رنگش رو در واقع آبی کردن به عنوان یک نشانه ای از NHS هیرو. حالا این NHS چیه من نمیدونم. در طی این کرونا ویروس خدمتی که این تیم کردن به مردم احتمالا بابت اون باید باشه و این هم در سال 2021 که اومدن این برای جایزه 2021 در واقع جهانی رو به خاطر خدمتی که به محیط فیش انجام شده بود رو اینجا انجام دادن. همون سال 2021 سالی بود که فیلم 2007 جدید No Time To Die رو ساختن و آقای دوست چی بود اسمش جیمز باند از اونجا فیلم گرفت. در سال 2022 این الیزابت سوم این چیگش رو حالا جوبیت نمیدونم چیه بالشه نمیدونم چیه خلاصه این آوردن توی این 32 پاد یعنی همین حباب قرار دادن و در سال 2023 هم آوردن این چارلز سوم که پسر ایشون باشه یک صندلی 700 ساله رو درش قرار دادن برای اینکه توریست‌ها شاید بتونن باش عکس بگیرن یا بشینن باشن. بله این حالم که اینجا خیلی خوب توالت و در واقع امکانات رفاهی هستش. مثل الان که بارندگی شدید هست مردم یه پناهگاهی دارند و میتونن بیان و استراحت بکنن، میتونن حالا چیزی بخورن اینجا، غذایی بخرند و دستشویی و خلاصه خیلی امکانات خوبی هست و اینجا باجه فروش بلیط هستش. و دیگه خدمت شما بگم که فرصت خوبی شد که توی این روزی که الان بارندگی شدید هست من بتونم بیام هم این تور رو نگاه بکنم و هم ببینم غذایی پیدا کنیم برای خوردن و تا
ساعت 6 و نیم که نوبت ماست برای سوار شدن به بحر. خب اینم تبلیغی از شامپین پومری همچی چیزی که داره نشون میده که در 1858 یک کارآفرینی به نام مادام پومری اومد این بیزینس رو بعد اینکه شوهرش مرد ادامه داد و مشهور شد و خلاصه این عکس خودش اینجا و کارخونه‌ای که ساخته در 1847 و در 2012 می‌بینید که این شامپاین ها در همین مجموعه لندن آی سرو میشه در 135 متری بالای پایتخت و در 2014 اینجا که نمیدونم چی نوشته یک جایگه ای رو بردن حالا به عنوان احترام به طبیعت و ارکش های طبیعی هم چی بود در 2015 و این زوج جوان 5000 ازدواجی بوده که در این لندن آی به عنوان پیشنهاد ازدواج داده شده که با یک گلاس از این همین پومری بروت روز همین شامپاین هستش که جشن گرفته میشه و الان از همون سال 2012 تا الان 1,000,000 گلاس از همین شامپاین در واقع شامپاین مصرف شده توی این پادها همین کپسول‌ها در لندن آی که شامل تجربه شامپاین هستش. همین بلیتی که الان ما گرفتیم به این شکله که شامپاین هستش و در 2020 این چشم لندن به اصطلاح 20 جشن تولدش رو جشن گرفت که با این ویزیتورها شانس افزایش این در واقع شامپاین ها رو جشن گرفتن. اینم از تاریخچه اینو خوشبختانه بلیت ما به این شکل بریم ببینیم بعد از تجربه این شامپاین خوردن بالاخره توی بالای این برج چه خواهد شد. فعلا بریم به فکر نهار باشیم.